اگرچه اولین حمله اعراب به ایران زمین در سال 318 میلادی رخ داد که البته اونها در این جنگ از شاپور دوم شکست خوردن، اما حمله اصلی و گسترده اعراب به ایران در سال 633 میلادی و به دستور خلیفه اول اعراب یعنی ابوبکر بود. این جنگ 18 سال طول کشید و در خلافت عمر و عثمان هم ادامه پیدا کرد تا در نهایت منجر به کشته شدن یزدگرد سوم یعنی آخرین پادشاه ساسانیان و سقوط کامل این امپراتوری شد. تازیان در این سری حملات به همه شهرهای ایران تاختند و به بزرگ و کوچیک و زن و بچه رحم نکردند و روزگار سیاهی رو برای ایرانی‌ها ساختند. اما ایرونی ها در این مدت بیکار ننشستند و بعد از شکست بزرگشون در جنگ قادسیه انتقام سختی رو از اعراب گرفتند. انتقام خوفناکی که تونست سپاه اعراب رو به طور کامل فلج کنه. اگه میخواید با این انتقام مهلک که توسط اسرای شجاع ایرونی انجام گرفت بیشتر آشنا بشید با کنجکاو تیوی همراه باشید. با سلام به همه شما عزیزان، من رامتین هستم و در این ویدیو با شما همراه خواهم بود. سقوط پادشاهی ساسانیان به دست اعراب نقطه پایانی بود بر هزار سال تمدن بیمانند و بی‌نظیر ایرونی‌ها. تمدنی که با مادها آغاز شد، با هخامنشیان به اوج رسید، با اشکانیان متحول شد و با ساسانیان تثبیت شده بود. ثباتی که مدت زیادی دوام نیاورد و پابرهنه های عرب متاسفانه این اجازه رو به ایرونی ها ندادن. این سالها رو میشه پایان عصر درخشان ایران زمین و شروع یک سری سیاهی ها در این سرزمین نامگذاری کرد. تلخ‌ترین و دردناک‌ترین رویداد در این زمان بردگی و اسارت زنا و بچه ها و تجاوز به اونها بود، نه از دست دادن زمین و کشته شدن دلاورا، چون این موضوع غیرت ایرونی ها رو خدشه دار و روحیه‌شون رو نابود کرده بود. اونا دست دست زنای زیبای ایرونی رو از دامن خانواده هاشون می دزدیدن و برای هوسرانی بین خودشون تقسیم می کردن و بعدش اونا رو به همراه بچه ها و مردا دست دست می آوردن و لیف خورما گردنشون می داختن و بعدش هم اونا رو برای بردگی و فروخته شدن با پای پیاده به قبیله ها و شهرهای عرب نشین می فرستادن. یکی از این اسرا که در جنگ با اعراب اسیر شده بود پیروز نهاوندی بود که قبلا هم در جنگ با امپراتوری روم یه بار توسط رومیا اسیر شده بود. او سربازی بود که در خیلی از جنگ با اعراب جنگید، از جمله جنگ قادسیه. پیروز نهاوندی که گفته شده اسم اصلیش فیروز بوده، به فیروزان و در بین اعراب به ابو لولو به معنی پدر مروارید هم معروف بود، چون پیروز یه دختر با نام مروارید داشت که شدیداً دوستش داشت. پیروز از مردمای نهاوند در نزدیکی همدان امروزی بود، ولی در بعضی از منابع تاریخی گفتن که او اهل کاشان بوده. این شخص در شهر بصره با عنوان برده به حاکم بصره یعنی شخصی با نام مغیر بن شعبه فروخته شد. پیروز نهاوندی همیشه عادت داشت که دنبال کودکای ایرانی که از ایران به بصره فرستاده شده بودن میگشت تا بهشون کمک کنه، آب و غذا بده و دست نوازش به سرشون بکشه. پیروز در دورانی بردگی اعراب رو میکرد که خلیفه دوم یعنی عمر بر سرزمین‌های اسلامی حکومت میکرد. او در این مدت با دیدن بدبختی و تیره روزی بچه‌های ایران از شدت ناراحتی و غم دائما اشک می‌ریخت و زجر می‌کشید. حتی گفته شده که او یه بار با دیدن یکی از خردسالای ایرونی که اسیر شده بود بهش گفت که عمر جگرم را سوزاند. او بعد از گذشت مدت‌های زیادی از این وضعیت اسفبار دیگه نتونست این نکبتی که بر سرنوشت فرزندای ایران سایه انداخته بود رو تحمل کنه. برای همینم هم تصمیم گرفت به هر شکل ممکن خودشو به مرکز خلافت اعراب یعنی مدینه برسونه. او چون دسته قدرتمندی داشت و فن آهنگری و نجاری بلد بود، توی مدینه عربای زیادی رو پیدا کرد که خواهان خریدن او با عنوان برده بودن. از اونجایی که به خاطر ایرونی بودنش اعراب در مقابل کار زیادی که میکرد پول خیلی کمی بهش میدادن، او به عمر شکایتای زیادی کرد، اما عمر شکایت اونو به خاطر عرب نبودن قبول نکرد. این موضوع در کنار بلایی که اعراب به فرماندهی عمر به سر ایرونی ها آورده بودن پیروز رو شدیداً عصبانی کرد، به طوری که دیگه هیچی جز انتقام براش اهمیتی نداشت و تصمیم گرفت که یکی از مهمترین فرمانده های عمر یا حتی اگر شد خود عمر رو بکشه.
در برخی از منابع گفته شده که پیروز در راستای این هدف سعی کرد با استفاده از هنرهایی که بلد بود خودشو برده عمر کنه و به کاخ عمر وارد بشه. او بعد از مدتی بردگی کردن برای عمر تونست اعتماد و علاقه عمر رو به خودش جلب بکنه. تا اونجا که گفته شده عمر توی خیلی از مجالس خصوصی اونو راه میداد، تا جایی که اجازه میداد پیروز پشت سر و در کنار یارای نزدیکش نماز بخونه. گفته شده که روزی عمر از پیروز پرسید از آنجایی که تو فرد هنرمندی هستی و من هنر تو را دیدم میتوانی برای من یک آسیاب بسازی؟ پیروز که از وضع معیشتی و درآمدش ناراضی بود و میدونست که برای این کار هم پول زیادی گیرش نمیاد، یکم فکر کرد و نهایتا به عمر گفت چنان آسیابی برایت بسازم که آوازش در ایران و روم تنین انداز شود. او مشغول به ساخت آسیاب شد و همزمان خنجر دولبه تیزی ساخت. او با انجام این کار دنبال هدف بزرگی بود، هدفی که چشم میلیون ها ایرونی پشت سرش بود. پیروز با یه سری ایرونی های دیگه‌ای که توی مدینه بودن و اونا هم قبلا توسط اعراب اسیر شده بودن هماهنگ شد و اونا در واقع با هم دیگه نقشه کشتن خلیفه مسلمونا رو کشیدن. در یکی از سپیده دمای ماه ذی‌حجه بود که عمر برای ادای نماز صبح به مسجد وارد شد و در شرایطی که همه یاراش صف کشیده بودن، پیروز هم مثل همیشه در صف اول در کنار یاراش قرار گرفت. اما این بار یک تفاوت بزرگ وجود داشت و اونم این بود که خنجر دو لب تیز خودش رو هم زیر جامش با خودش آورده بود. گفته شده به خاطر تنفر و کینه‌ای که پیروز از اعراب و به خصوص خلیفه‌شون عمر داشت، او تیغه این کار رو چنان تیز و برنده ساخته بود که اگه اونو به هر موجود زنده‌ای وارد می‌کردی، امکان نداشت که اون موجود از شدت ضربه کشته نشه. عمر به داخل مسجد وارد شد و برای شروع نماز پشتش رو به صف نمازگزارا کرد. در این لحظه پیروز با یک حرکت سریع به سمت عمر حمله ور شد و 6 ضربه چاقو از راست و چپ بر بازو و بر شکم و زیر ناف عمر وارد کرد. پیروز در واقع خنجر خودش رو به قلب سپاه اعراب وارد کرد و قوی ترین خلیفه اون دوره اعراب رو از روی زمین محو کرد. پیروز سریعاً به سمت درب خروجی مسجد دوید و با کمک ایرونی هایی که قبلاً باهاشون هماهنگ شده بود تونست از صد سربازا عبور کنه و از مسجد فرار کنه. او سریعاً از مدینه خارج شد و تونست خودش رو به شهر کاشان در ایران برسونه. پخش شدن خبر کشته شدن خلیفه دوم شوک عجیبی رو به اعراب وارد کرد و روزگار سیاهی رو براشون رقم زد. به نقل از تاریخ طبری، عبدالله ابن عمر یعنی پسر عمر از سر خشم و کینه‌ای که از پیروز داشت، زن و بچه پیروز یعنی مروارید رو پیدا کرد و اونا رو به بدترین شکل ممکن کشت. متاسفانه بعد از مدت اندکی مکان خود پیروز هم لو رفت و به محاصره در اومد و کشته شد. گرچه در روایت دیگه گفته شده که او بعد از رسیدن خبر کشته شدن زن و بچهش از لحاظ روحی نتونست دووم بیاره و به مرگ طبیعی از دنیا رفت. انتقامی که پیروز با این کارش از اعراب گرفت، اگه نگیم بزرگترین ولی یکی از مهمترین انتقام‌های ایرونیا از بادیه نشینای عرب بود. انتقامی که از اعراب در دوره‌ای که در اوج قدرت بودن گرفته شد. او با این کارش روزگار سیاهی رو برای اعراب رقم زد. او نماد شجاعت و غیرت ایرونی بود و با این کارش آرزوی قدرت نمایی و یکتازی بیشتر رو بر جگر اعراب اون زمان گذاشت. مقبره پیروز نهاوندی در حال حاضر در شهر کاشانه و با نام آرامگاه بابا شجاع الدین مشهوره.